از هشم تراسی بالان موسی مراشای ردی عقوب در ادامه بحثی که گفتیم تفیلا دست خالی بر نمیگرده. جنبندی از گفتاری که تا حالا گفتیم این است که معدود تفیلا سعی و تلاش نیست که ما خواسته و رضایت هشم رو تغییر بدیم حساب به اون چیزی که تا حالا بوده، بلکه برانگیخته شدن خود فرده که احساس بکنه چقدر انسان وابسته است فقط و فقط به میل و خواسته هشم و نیازمند همیشه به رحمت‌های خداوند. بگم لعبی هم همچنین بیان میکنیم به درگاه او شو بطیخ، که در واقع با این شیوه تفیلا خوندن این است که این آدم فقط و فقط توکلش به خداونده و هنگامی که صحبت میکنه این چنین به درگاه هشم، چنین آدمی از درجه که بوده از جنبه ترس از خدا، عشقش به خدا، توکلش به خدا تغییر پیدا میکنه، تعالی پیدا میکنه و همین تغییری که در انسان ایجاد شده اون چیزیست که تقدیر خداوندم رو تغییر میده، چون که دیگه اون آدم قبلی نیست، عوض شده و حالا شایسته است که یک فرمول جدیدی با او رفتار کرد، چون که اون آدم قبل از تفیلا نیست. و نگاه که هارامبام در خود تعنید فصل اول علاخاب بید شکن او لومد گنگونه او میاموزه در میسوهای تفیلا در هنگام سختی و این کلام هارامبام هست و این مطلب از راه و روش های توبه است. تفیلا خوندن که در زمانی که خدا نکرده سختی مشکلی میاد برای فرد یا جامعه و ناله میکنن به خاطر اون، ابراز عجز و لابه میکنن، یعنی که همه متوجه میشن که به خاطر اعمال بدشون این رخداد ناگوار سراغشون اومده. اما تو که پاسخ هم فرماد اوان و تخیم این گناهان شما بوده که شما رو متمایل کرده و همین که آدم میاد اینو بیان میکنه متوجه میشه تشویق میکنه، این باعث میشه که اون سخت و مشکلات اثر اونها دور بشه. تا اینجا گفتار آرامبام است در کتاب بیت الهیم فصل تفیلا بخش 14 میفرماد که همه افرادی که در درجه صدیقین نیستن تفیلا مورد نیاز برای اونهاست، برای اینکه به خواسته ها و میلشون برسن، به خاطر که باز بشه قلب اونها به تشوبای کامل به درگاه هشم و به همین دلیل من میداره خداوند متبارک از افرادی که آمادگی ندارن برای عبادته چیزی که شایسته برای اونهاست، یه چیزایی رو از اونها دریغ میداره که حالا به خاطر نیازه بیان خونه خدا، در خونه خدا رو بزنن، اون بخوان بیام ستان و آراسته از روز خارج شدنش رو به فضای دنیا، به خاطر اینکه برانگیخته بشه قلب اونا به توبه و برگردن به سوی هشم و موقع است که خداوند اون چیزی که لایقش بودن در اختیارشون قرار میده. و یوتر مفروش و بیش از این توضیح داده شده در گفتار سفر هینوخ میسوهای 513 که از گفتار گمارا مسیحیت شبوه و دافته دمود بد میاره که ریبیوشن بن لوی این پاسوغا رو میخوند و بعد میخوابید. منظور کدوم پاسوغا است؟ میزمورای تیدیم رو یوشه به سفر هیدیون تا اونجا که میگه ربوس ها رعید بسیار شدن سختی ها مشکلات من و گمارا سوال میکنه و مگر اینکه خود ریبوشای بن لوی فرموده که آسوره که انسان از کلمات تورا استفاده کنه برای جنبه های درمانی و توضیح میده اونجا اینکه پاسخهای تورا نبیم که ایتون بخونه برای اینکه حامی بشن برو اشکالی نداره و توضیح میده سفرین نوخ به این گفتار هیسکی رو ذکر کردن که بگن این میزمورا رو که هست در اونها مواردی که برمی انگیزه جان انسان رو اصلا که درک میکنه کلماتو که پناه ببره به سوی خدا و اتکاش رو تکیهگاهش رو خدا قرار بده و تعیین بکنه در قلبش رو اتکا بکنه بر لطف و رحمتهای خداوند و خوبیاش و از این میان که آدم برانگیخته میشه به این سمت و سو میگیره وقتی که به خدا پناه آورده مسلما مورد مراقبت هم واقع میشه بلا شک از هر گونه آسیبی. و همینه که جواب دادن در گمارا لهاگن برای اینکه حامی شدن قانع فرم میکنه، یعنی که آسون نکرده تورا که بگه انسان
کلمات و پاسخ تورا رو برای اینکه برانگیز جان خودش رو به راه خوب، به خاطر اینکه اینها حامی او بشن، به زخوت این جنبی که اونا رو ذکر کرده که ازش مراقبت کنه. پس اینک می‌بینیم همه این بزرگان که خادیشش هر کدومشون با بیان و کلام خودش یاد میدن که اصل مرحله این و سیر تفیلا این تغییری است که در آدم رخ میده، آدمی که تفیلا میخونه تعالی است که پیدا میکنه و به مزد این پرستشش و تشوهایی که انجام داده حالا ثمرش رو تو این دنیا بهره‌مند میشه و اصل مزدش برای علما با پایدار است. و فقط یه نکته میمونه که باز ایراد و سوال هست که خیلی خوب، آدمی که تفیلا میکنه در عقل خودش آدم خوب تغییر پیدا کرده، تشوها کرده، راز و نیاز کرده با خدا، خدا رو تکیه گاش قرار داده، اینه که حکمش عوض بشه به خوبی چون خود آدم هم عوض شده، درست. اما کسی که تفیلا میکنه در حق یکی دیگه، روبن داره تفیلا میکنه در حق شیمون، روبن تغییر پیدا میکنه اما شیمون که تغییر پیدا نکرده، که به چه وسیله موزکی میشه جناب شیمون که حکمش دینش تغییر پیدا بکنه، مثلا از بیماری نجات پیدا بکنه؟ میگه این مطلب رو سوال کردم از استاد اگاهان از صدی اگاهان بیلیا و لافیان ذکر صدی راخا و جواب داد به صورت خلاصه من که موقعی که تفیلا میکنن در حق دیگران یش لایم شیم اینجا مثل قانون استاد و شاگردی میشه که آخریم هم حق گرمیم ریسکوت چرا میتفعللی یا که اون دیگران، حالا اون فردی که بیمار شده عاملی شده که دیگران تفیلا بخونن، دیگران تعالی پیدا بکنن، پس یه پوان مثبت هم برای او ثبت میشه. تا اینجا جواب آرا بود و منظور اینه که به عنوان مثال موقعی که دور از جمعه فردی بستر بیماری افتاده، فامیلاش، دوستاش، رفیقاش یا هر کسی که میشنوه میانو در حقش تفیلا میخونن، برانگیخته میشن به وسیله تیلی میخونه، راز و نیاز میکنه، یکی میگه من فلان بیسا رو انجام میدم، من از بعد شبات بیستقت بیشتری میکنم به خاطر اینکه این فرض خودش شامل آنون باشه که نجات بده، اون یکی میگه من تفیلی بیشتر دقیقه، اون یکی میگه من چون هم خانم موامو میپوشونم، کسیلویش میکنم، لباس معجوب میپوشم. چه کسی باعث شده که اینا برای خدا نزدیکتر بشن؟ اما بیماره، بیماره غیر مستقیم باعث شده که دیگران برای خدا نزدیک بشن و هر کسی که عامل مثبت هست پوان مثبت هم برای اون هم حساب میکنن، چون که باعث شده که دیگران تکیگاهشون رو خدا قرار بدن، تعیین میکنن در قلب خدا ترس از خدا رو، عشق به خدا رو و تکیه بکنن بر احسان ها و خوبی های خداوند، همونطور که آراب هینوخ گفته بود. و مگر نه که همین بیماره باعث شده تمام اینها رو، در واقع این بیماره مسیری به اونا نشون داده که تعالی پیدا کنن در درجات معنوی، پس یه جورایی حق استادی پیدا کرده نساد اونها، نساد اون جماعت، افرادی که در حق تفیلا خوندن، راز و نیاز با خدا کردن، تشوها کردن. و به همین خاطر به زخوتای اون فرد بیمار هم به این شکل افسوده میشه، پس شده آره دوباره یه آدم دیگری و سزاوار اینه که حالا حکم دیگری براش باشه. اگه اینطوره قابل فهمه که این زخوت ها باقی مونن نزده برای همیشه و همچنین اگر حاسب شالوم به خاطر حکمی که از قبل شده بوده این تو این دنیا مصمون سمر واقع نشه و علاج پیدا نکنه، این مزدش در علام حبا برقراره و نشاماش تعالی پیدا میکنه به درجات بالاتر همراه با همه اون صدها و هزاران نفری که در حق او تفیلا خوندن و به خاطر او تشوها کردن، میسوهای دیگه رو برخوشون قبول کردن و به این شکل مزدکی میشه به اون رور بشه به نور زندگی همراه با تمام اونایی که مصدیقه عربی مثلا جمع بزرگی رو برای هشم نزدیک میکنم تو که پاسو در دانیال همین فرماد که کخابیم رو اونم باید که مسیح عربیم مثل ستاره بر همیشه جاودان هستن. جمع‌بندی بکنم از کل این که در این فصل گفتیم که هر تفیلایی
در واقع به درگاه خداوند شنیده میشه و تفیلا نیست که دست خالی برگرده، بلکه شیوه تأثیرش متفاوت است. میزان تأثیر وابسته است به میزان آمادگی که فردی که تفیلا میخونه در خودش ایجاد کرده، ایرج شامعیمش، عشقش به خدا، توکلش به عشق، تشوهایی که انجام میده و مسلمان موزش هم کنارش هست که حالا سمره کوچیکیش رو تو این دنیا میدن و ازش در علام عباد، چه برای کسی که در حق خودش تفیلا خونده، چه کسی که دیگران در حقش تفیلا خوندن.